سامن و مرساد و طرح‌های آموزشی دستیاران جدید دریادلان نیروی دریایی ارتش. سامن نام طرحی راداری است که با آن می توان تفکیک ادوات و دقت برد را محاسبه و اطلاعات را در محل تجزیه و تحلیل کرد. وظیفه جستجو، رهگیری و انعدام اهداف سطحی و هوایی را به عهده دارند. از این رو این سیستم ها بسیار حساس و مهم هستند. این رادارها توان تشعشعی بسیار ناچیزی دارند و این توان تشعشعی بسیار ناچیز باعث میشه که احتمال آشکار شدن فاکتورهای رادارها توسط دشمن جهت انجام اقدامات آفندی به شدت کاهش پیدا کنه. مرساد دیگر پروژه‌ای بود که امروز رونمایی شد. کارگاه سخت افزاری که میتواند هر نوع تست عملیاتی را با قابلیت بالا و دقت زیاد بررسی کند. یازارشون میتونه حالت واقعی که مثلا تغییرات انجام دادیم در حالت واقعی ما نشون بده، به صورت شبیه سازی با خطای بسیار کم. راه اندازی عملیاتی رادار سپر دریا رو شروع بفرمایید. حوشه کشش با هر جای دیگری که به صورت ویدیو کنفرانس به بهره برداری رسید هم طرح‌های آموزشی بودند که با شبیه سازی صحنه واقعی جنگ از هدر رفتن سرمایه‌های ملی و ادوات نظامی جلوگیری می‌کند. اولیش پروژه کمپارتمان یا آبگرفتگی هستش، دومی پروژه ما حوشه کشش گفته میشه و مدل اون ناوشکن یا ناوی که می‌خواید ساخته بشه داخل این حوشه قرار می‌گیره. پروژه بعدی ما پروژه طوفان‌ساز هستش یا آموزش بقا در دریا. پروژه بعدی که ما داریم یک رادار هستش با برد بیش از 200 کیلومتر، رادار سطحی و هوایی هستش. همه اینها میتوانند اون در واقع توانایی نیروی دریایی برای مقابله با تهدید، توانایی نیروی دریایی در ارتقاء کیفیت نیروی انسانی خودش، اینا رو همه رو انشالله ارتقا بده. این پیشرفت‌ها در حوزه دریا هنوز ادامه دارد. امروز توانمندی کامل تعمیرات اساسی زیردریایی کلاس طارق که از پیشرفته ترین نوع زیردریایی‌هاست به دست اومده و ما توانستیم اولین رو انجام بدیم، دومی و بعدی ها میشه در دست اجراست. سامان مرساد یک بار دیگر نشان دادن توان تخصصی دانشمندان داخلی و تحقق شعار ما میتوانیم را